اهداف خاصی داره، برای که وقتی طرف ناآگاه باشه میخوان تو یک سطحی طرف رو نگه دارن که با دنیای بیرون ارتباطی نداشته باشه، چون وقتی طرف آگاه باشه دیگه زیر بار اینا نمیره، حرفای پوشالی که اینا میزنن، حرفای اون چیزی که اهداف خودشونه. خب وقتی طرف آگاه باشه خود سوال پیششون میکنه، میگه خب شما که حرفا میزنی که دروغه، شما این حرفایی که میزنی که اساس بیرونی نداره، شما میگی مثلا رژیم این کارو میکنه، رژیم اعدام میکنه، نمیدونم رژیم هر کاری که میکنه. خب ما انقلابی هستیم. خب وقتی که تو میگه انقلابی ولی توی کشور خودت، وطن خودت پایگاه مردمی نداری، چه ادعایی میتونی بکنی؟ خب نفرات ها توی صد نگه میدارن که بتونن بیگاری ازشون میکشن، بتونن او اهدافی که دارن برآورده بکنن توسط این نفرات، بتونن نگرشون دارن تو همون زندانای خودشون، قبلا که عراق الان در آلبانی، فرقی نمیکنه. خب این اهدافیه که اینا دارن، مثلا خود از طرف هیچ اختیاری نداره. خب تو نمیتونی یک سوال ساده بکنی تو فرقه. وقتی یک سوال مثلا توی نشستای خود رجوی یادمه که میزاج مثلا سال 72 که نشستای شروع شده بود، مثلا من یک سوال ساده ای از ما فرمانده هم کردم، گفتم خب شما که میگید اینجوریه، مثلا سال آینده که دیگه میریم ایران و فلان اینا، مثلا چجوریه، قانونش چیه؟ یک قانونی باید داشته باشه، یک قایعی باید داشته باشه. میگو نه تو یه حرف رو نباید بزنی، همین چیزی که رهبری میگه این درسته. من گفتم نه بابا اینجوری که نیست که، بالاخره من یک عضوی از شما هستم، باید سوال ما بکنم. گفت نه این سوال اشتباهه، این سوال سوال اطلاعاتیه. خب تو نگاه کن، وقتی که ما در درون فرقه بودیم هیچ از بیرون نمیدونستیم چی به چیه. هر چی توی 29 سال بود اخبار خودشون بود، بعد از این بر بیگاری میکشیدن، از این بر حرفای خودشون بود. مثلا تو نگاه کن، رجوی را به عنوان امام زمان برای همه جا انداخته بودن، یعنی مریم کارش ای بود، یکی از کارهای مریم همین تعریف از خود رجوی. خب ما که اونجا نمیتونستیم که اعتراض بکنیم، حرفی بزنیم، در یا زندانی داشت یا اخراج داشت به کل خودشون، یا میگفتن اطلاعاتی هستی، دنبال اهدافی هستی. خب از ما به عنوان چی میگم بیگاری از اون میکشیدن و اهداف خودشون استفاده میکردن در عملیات ها، در جای دیگه، در همه جا، چون ما هیچ اطلاعاتی از بیرون نداشتیم، همه مخشویی شده بودیم، نه با یک نفر نه با دو. مثلا می رفتیم نشست 8 ساعت، مثلا نشست رجوی گاهی مثلا 10 ساعت 12 ساعت، تازه نشست رجوی تموم می شود، نشست هایی که دیگه فرمانده های بعدی میذاشتن، چه گرفتی از نشست؟ باید ریز به ریز گزارش، باید یک سه برگه آچار باید پر میکردی، من اینو گرفتم، من اونو گرفتم، که برن اینو تحقیق کنن که این هدفش چیه. خب
دیگه ما کاری نمیتونستیم بکنیم. مثلا نشست های حوز 72 74 این همش نشست ها پشتر هم بود. خب ما تا ساعت از ساعت 8 میرفتیم نشست تا ساعت 5 صبح، تازه 5 صبح باید گزارش نشست رو می‌نوشتیم، نمیذاشتن که بری بخوابی. که کسی اگه میتونست 2 ساعت 3 ساعت بخوابه دیگه خیلی چیز کار درست حسابی کرد. رجبی از این برکه نشستمون میشد، خوب میره برای خودش میخوابید دیگه هر چی، فقط ما تحت فشار. اگه این وسط ها میرفتی میخوابیدی، میادم بلندت میکردم، میگو برو اول گزارش نشست تا بنویس که چی بوده، بعد بیا بخواب 2 ساعت یا 3 ساعت. اینجوری بود. خب مثلا ما تو همون فرقه با هم دیگه خب رفیق داشتیم، صحبت میکردیم، میگفتیم که چجوریه مثلا که این رجبی مثلا گفت تو سال فلان دکل پیدا میشه و بعد چیه رژیم سرنگون میشه. بعد از این موضوع که اتفاق نشد، یعنی نافتاد، گفتن چون شماها به گردن رجبی که نمینداختن، که میگفت به گردن پایین تری شما کار خودتون نکردید. حالا یک ماه که مونده بود به یه قضیه که تاریخ این موضوع تموم بشه، میومدن میگفتن که نشست ها شروع میشد، نشست ها نه مال خود رجبی ها، مال فرمونده ها شروع، که این موضوع را چی کار کنن؟ توجیه کنن. میگفتن رهبری کار خودش را کرد، یعنی مسعود رجبی کار خودش را کرد، شما کارتون رو نکردید، میخواستن بندازن دوباره چیه توی پایین ترا که طرف طلبکاری نکنه از این قضیه. توپا مینداختن به نیروهای پایین تر. این همچنین موضوعات خیلی پیچیده‌ای عمل میکردن اینا که طرف اطلاعات بیرون رو نداشته باشه، بعد بتونن اسیر اینو اسیر کنن. در یک کلام نگرش دارن اولا تو همون زندان، بتونن یعنی اهداف خودشون پیش ببرن. سر این موضوع آگاهی، باور کن من خودمون میگم، وقتی که من آمدم بیرون با یک موبایل نمیتونستم کار کنم، نه من، اکثر بچه ها یک موبایل ساده که بچه چی میگن چوپونای اینجا دستشون بود، ما نمیتونستیم کار کنیم. بله ادعای خود رجبی آگاه ترین نیروهای روی کره زمین ما هستیم. آقای اسلامی، آقای اسلامی شما آره. به این نکته اشاره کردین که این خودش امام زمان میدونه، اون مریم هم بیشتر اینه تبلیغ میکنه و اینها، و الان هم میگین خودشون رو آگاه ترین میدونن. حالا این سوال پیش میاد که کسی که خودش رو بالاتر از امام زمان مینامه و با خدا ارتباط مستقیم داره، چرا در هر دو حمله آمریکا هم خودش و هم همسرش مریم از عراق فرار کردن و نفرات رو تنها گذاشتن، آن هم که الان خود رجبی تقریبا 16 سال از 2003 تا حالا هیچ خبری ازش نیست و به مسخره میگن رفته غیبت صغرا. چجوری از یه طرف میگه ما به همه چی آگاه هستیم، بعد به قول شما همچین که یه ماه به اون فرصت میمونه میاد میگه شماها فداکاری به اندازه کافی انجام ندادید، اشکال و کمکاری از شما بوده، بعد از این ور میبینیم که حقیقتاً به هیچ چیزم آگاه نیست و چپ و راست به اصطلاح غافلگیر شده. بفرمایید. اول باید تاریخچه فردا باید نگاه کرد. این فرد از سال 60 بعد از اینکه دید اوضاع خرابه،
و درگیری های اونجا از ایران چی کار بود؟ جیم شد، فرار کرد، رفت کجا؟ فرانسه. اگه تو واقعا رهبری فرموندهی و در کنار نیروهات باش، چرا فرار میکنی میری فرانسه؟ یک تعدادی رو که به کشتن داد، حالا نمیخوام تک تک اسامیشون رو بیاریم چون زمان این موضوع رو نداریم، او از سال 60ش، حالا من کاری به سال قبلش که چیزا بوده، بنیانگذاران و فلان و اینا، من دیگه کاری به اون ندارم، فقط از سال 60ش بود. تو جنگ خلیج اول یک دفعه ما دیدیم که خبری نیست از رجوی، بعد یک من از دیگه دو تا از بچه‌هایی که با هم صحبت میکردیم گفتیم کجاش، کجا رفته؟ گفت فرار کرده رفته اردن. گفت خب پس، گفتم خود چرا این که تو سخنرانیش میگه که من کاش کی در کنار شما بودم، پس چرا فرار کرده رفت اردن؟ او تو او توی جنگ خلیج اول. خلیج دوم که الان شما گفتید 16 سال که الان تقریبا داره میرسه 17 سال دیه. خب اگه تو که ادعا میکنی رهبری هستی، نمیدونم انقلابی هستی، فرمانده هستی، خب فرار که نمیکنه که کسی، همه همینو میگفتن در درون. خودش ترسوه، خودش فرار میکنه، بعد چجوری ما بریم جلوی گلوله ها سپر کنیم سینمانا، وقتی خودش که حرفای کشکی که میام میزنه، فلان سخنرانیش اینو میگه اونو میگه اینو میگه، بله اولین نفر هست، اولین نفر تو جنگ چیز مریم را فرستاد فرانسه با یک تعداد دیگه، خودش درفت اردن تو جنگ دوم ده احتمالاً، یا من دقیق نمیدونم، احتمالاً چون از راه زمینی اردن احتمال زیاد میدم رفته باشه اردن به دلیل چیزای مشخص. اگه نگاه بکنین چند نفرات تو کمپ اردن از این مقامات، یعنی از این فرمانده های بالاشون اونجا بودن که بعدش یکیش برگشت، الان دو نفرشون فکر کنم بعد از که امریکایی ها اشرف ها گرفتن برگشتن، احتمال زیاد دوباره رفته از اردن و از اردن مثلا کشوری دیگه الان نمیدونم، ولی به هر حال تاریخچه فرد اینه دیگه. خب ادعا زیاد، ولی اولین نفر خودش فرار میکنه، نیروها رو میذاره جلو، خودش علیاره میره از صدها کیلومتر اوورتر. آقای اسلامی دوستون آقای سلیمانی نوشتن که فرقه های مخرب یا کولت سکت هم بهشون میگن در اکثر مواقع خانواده و دوستان را از اعضا جدا میکنن تا بتوانن مخشوی حد اکثری خود را تحمیل کنن، که هم آقای شکری به این نکته اشاره کردن، هم در رابطه با شما هم گویا خواهر و برادر شما برای دیدارتون اومده بودن اشرف و به شما خبر نداده بودن، این موضوع شما کی و کجا مطلع شدین و وقتی متوجه شدین چه احساسی داشتین؟ ببینید من تو اشرف کسی رو من نگفت، ولی یک رفیقی داشتم یه روز آمد به من گفت که ببین تو بلنگو اسم تو را شنیدم و خواهر و برادرت آمدن. گفتم والا من نشنیدم و کسی به من نگفته. گفت من چند بار از بلنگو شنیدم، اینو هیچ چیزی به من نگفتن اونجا، تا من همین که جدا شدم آمدم بیرون از این فرقه
این روز تماس گرفتم با برادرم، گفت که اون موقع که ما آمدیم دم در اشرف 20 روز اونجا بودیم، تو شنیدی حرف صدای ما را؟ گفتم نه. گفت ما آمدیم اونجا با سنگ زدنمون، بعد فوشمون دادن. گفتم نه، هیچ اطلاعی نداشتم. اینو امی غلامرضا خوب توضیح داد سر خانواده. حالا من میخوام یک نمونه شو بگم که چون غلامرضا اشاره نکرد میخوام بگم. اگه یادتون باشه تو لیبرتی یه تعدادی خانواده ها میامدن همونجا، بعد اینا اومدن به خاطر اون خانواده که میامدن، اینا اومدن یه لیست 400 نفره خودش فرقه از هوادارانی که توی کشورهای خارج بودن، گفتن که ما اگه واقعا دولت عراق چرا اینا را میاره اونجا، از چند تا گیت رد میشن تا میان اونجا، ما دیگه میخوایم این کار را کنیم. 400 نفر را چکار میخوایم کنیم؟ آمدن یه سری از نفراتی که خود لیبرتی بودن و فامیلاشون توی خارج بودن و اینا، از نفرات میپرسیدن که اسامی ها را بدید که ما میخوایم بیاریم اینا را ملاقاتی اینجا، ملاقاتیشون. اولا که موضوع اتفاق پیش نامد، خبری نشد، آمدیم توی خود آلبانی، نشست ها شروع شد، نشست ها شروع شد و سر همین خانواده ها میدی برای یه نشست گذاشته بود. یه تعدادی از این بچه ها بلند شدن و تو نشستش گفتن خب میخوام مثلا با خانوادم تو خارج، اون موقع میگفتید عراق و میگفتید که عراق مال رژیمه و نمیذارن، و بعد از همون لیستایی که خودتون گفته بودید که میاریم اونجا لیبرتی، بعد گفت که نه همچون خبری نیست، همه نفرات وزارتی هست، فرقی نمی کنه خارج یا داخل. بعد گفت که بابا، طرف داشت بحث میکرد باش، گفت که ببین ای از نفراتیه که تو تظاهرات خودتون میاد شرکت میکنه، چجوری میتونه وزارتی باشه؟ نه، خانواده خانواده همش وزارتی هست، اون چه تو خارج باشه چه در داخل باشه. حالا چرا اینا گفت؟ چون اون موقع یک فضایی بود از خود چیز که آمده بودیم، یه فضای خیلی کوچیکی، یه روزنه باز شده بود، خودشون یه کاری کردن از ام قدیم به بالا میخواستن آزمایشی یه تعدادی رو از خارج آوردن برای ملاقاتی. بعد از این که اونو رفتن، اکثر اون نفرات جدا شدن، یا فرار کردن یا رفتن گفتن ما چیز نمیشیم، نمیمونیم اینجا. این تجربه را، این روزنه را بستن. چرا؟ چون اگه همینجوری داستان ادامه داشت دیگه کسی تو فرقه نمیمون، چون بالاخره احساس خواهر و برادری و یه چیزا که شوخی نیست که. بعد اونا که بیان یه سری حرفایی میزنن دیگه، بعد ما که مثلا تو اونجا بودیم هیچ آگاهی که نسبت به بیرون نداشتیم، بالاخره اونا میگن که شما 29 سال یا 30 سال یا هر چی که هست، هر کس با سابقهش توی فرقه بودی چه کار میکردی، مثلا چه کار الان خوب نیست. چون من میتونستم تک تک اسامی اون نفراتا که بعد از خانوادهشون آمدن دیدن
بعد از پنج روز نه زیاد. بعضی ها که رفتن تو همون هتل دیگه بر نگشتن، دیدن اوضاع پسه، دیگه این شکاف رو بست، شکاف خارج رو بست. الان همین الان البته تک و توکی میان کسایی که دیگه میبینن که واقعا مثلا تو خیابان، من چند مدت پیش خود دیدم که یکی آمده بود از خارج با چیز، با یک سری ضابطه های 5-6 نفره. خب خانواده، خب احساس آدم احساس داره، برادر خواهر فلان شوخی نیست. با این حال که رجوی این همه مخشوی کرده بود نفراتا ماهارا، بالاخره من یادمه بار اول که من صحنه دردناکی بود، بالاخره من 40 سال بود که خانوادهمون ندیده بودم. باور کن آقای سربی، ما 10 دقیقه تا 1 روب من برادرم رو نگاه میکرد به من نگاه میکردم به برادرم. او از من نشانی میخواست، یعنی رجوی ما رو به این روزگار انداخته بود که من برادرم رو نشناخت، برادرم من رو نشناخت، خواهرم ده همچون میگفت نشانی بده. ای من یکی نشانی میدادم، او نشانی میداد تا همدیگه رو شناخته، یعنی ما رو به روزگار انداخته. بابا تو هر جای دنیا، حتی زندانی سیاسی، خب ملاقات میدن، ولی توی فرقه از ملاقات که خبری نیست. او پیرمرد و پیرزن بیچاره که میاده به اشرف، اونا دی چی کار میکنن؟ با سنگ یا تیرکمان میزدن. چون آقای اسلامی اجازه بدین برای شما بگم که بعضی ها اصلا نمیتونن تصورش رو بکنن یا فکرش رو بکنن، از جمله دوستون آقای اکبری، و این تا حالا چندین بار در برنامه ها اتفاق افتاده که دوستان مینویسن و خود شماها رو هم یه مقداری به اصطلاح مسئول میدونن. مثلا ایشون نوشته که متاسفم که این رو میگم، ولی با شناختی که از بعضی از هواداران رجوی دارم، اکثر آنها این آمادگی را داشتند که بگذارن از شان سوء استفاده شود، و الا هیچ دلیلی وجود ندارد که یک انسان اجازه بدهد تا این حد ازش بیگاری، تا حد زندان بکشند. در قرن 20 یا 21 اگر چنین داستانی را برای یک اروپایی یا آمریکایی تعریف کنی بهت میخندن. اجازه بدین من این بهت میخندن رو عوض کنم و بگن که بهتشون میزنه و باورشون نمیشه. ولی آقای اکبری، در همین آمریکایی که من هستم، چند بار در زمانی که ما عقلمون میرسید و میتونستیم بخونیم و اینها، ماجرای این کالت ها یا سکت ها یا فرقه های آمریکایی رو اینجا خوندیم و شاهد بودیم. و در همین آمریکایی که من هستم، که یه مدت این کاونتی اولین کاونتی آمریکا بود، بعدن شد دومین، دختران بچه های 13-14 ساله رو از مدرسه ور میدارن، گولشون میزنن، میبرنشون، مجبورشون میکنن به مواد فروشی، به تن فروشی، و خانواده هاشون میگن اصلا ما باورمون نمیشه. ولی اون نکته ای رو که ایشون میگه یه مقداری درست میگه. خود شما اگر فکر کنید 40 سال پیش اون حالت بحران هایی که وجود داشت، اختلاف هایی که تو فامیلا و خانواده ها بود، همون آقای شکری میگه که پدرشون توی جنگ ایران عراق مثل که کشته شدن، خب خود اینا اثر میذاره. و من یه خواهشی میکنم از دوستان، درسته که بارها گفتیم بیاین این برنامه ها رو گوش کنید و خودتون قضاوت کنین، ما نمیخوام قضاوت کنیم، و
ولی گوش کنید، ولی به سادگی و به سرعت قضاوت نکنید. من هیچ وقت خودم نمیتونم جای رضا اسلامی بذارم که ایشون در ارتش بوده بعد رفته اونجا و اینها. و اگه شما در این رابطه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه چون شما توی ارتش بودید، من یه سوالی در رابطه با اینکه اعضایی که اونجا اسیر هستن وقتی این فیلم ها رو میبینن که رجبی و دیگران از صدام و وزیر و وزرا دارن پول میگیرن و اطلاعات شهرهای ایران رو به عراقی ها میدن، مثلا خود شما که سرباز بودید و ارتشی بودین، چه احساسی پیدا میکنید وقتی این فیلم ها رو دیدید یا هنوز هم روی یوتیوب هست و میتونید ببینید؟ اگه در اون قسمت چگونه میشه یک آدم رو به اصطلاح فریب داد، خب اولش یه مقداری از شماها جوان بودین، دومن یه سری از شماها اسیر بودین، شما اسیر و اونها میمدن برای شما سخنرانی میکردن، در بهشت باغ بهشت و سبز رو نشون میدادن و الی آخر. من ساکت میشم، شما بفرمایید آقای اسلام. اولا این فیلمی که سرون فرقه از صدام پول میگیرن، اصلا همچنین فیلمی رو اونایی که داخلن اصلا ندیده بودن. من خودم ده اینو ندیده بودم تا زمانی که آمدم بیرون. به ایرانیگری هم برخورد، چون من خودم نظامی بودم، سرباز بودم، تو جبهه بالاخره می جنگیدم با صدام. صدام یک دشمن ایرانی و ضد ایرانی بود. وطنگری من خیلی، من شرم کردم به عنوان یک سرباز که وقتی صحنه رو دیدم، چون خیلی از ایرانی ها سر هم موضوع کشته شدن. چون من یک بار گفتم تو جلسه قبلی گفته بودم، خب کدوم وطن اون کسی که احساس وطنگری داشته باشه، هر چیز مخالف رژیم تو باشی، ولی بالاخره آدم وطنش، سربازی که داره برای وطنش داره می جنگه، بعد بیای از پشت بزنی اطلاعات اونو بدی، با بیسیم اطلاع بده که الان توپخانه مختصات فلان جا را بزن. بابا دسفون تو یکی از چهرهای چیز بود، چندی موشک و موشک اولا که زد، گرای همونجا را دوباره دادن که جمعیت جمع شده بودن، جسد را داشتن از زیر آوار می آوردن بیرون، همونجا را دوباره زدن که کلی جمعیت بعد از اون داستان کشته شدن. اینا کارهایی کردن، من خودم تو جبهه می دیدم. بعد اسیرهای بعدی که اومدم برای ما تعریف می کردن، می گفتن اینا کارشون فقط تو جبهه نفوذی فرستادن توی خط و اینا که فقط اطلاع بدن به صدام. و صدام که همینجوری که دینار بهشون نمیداد که، باید مکانهای نفتی، پالایشگاه، نظامی، کل شهرهای ایران همه را اینا میدادن. بعد خودشون تو جبهه حضور داشتن. خیلی دیگه نمیشه گفت که اینا ایرانی هستن. اینا اصلا حس وطنگری ندارن. فقط تنها چیزی که اینا میدونن ضد وطن، همچنین چیزی باید گذاشته شون اسمشون رو. کسی که با دشمنی که توی جنگ داره میو خاک تا میگیره همکاری بکنه، دیگه او انقلابی خودش رو باید گفت نه. یزی او که گفتی مخشویی، ببین من خودم رفتم توی یه قفصی دیگه به اسم قفص صدام. خب من 18 سالم بود، اینا تو همون زندانی که بودیم یک تلویزیونی بر بود، یک تلویزیونی بر، همه تلویزیون اینا میگرفتن. یک سال 65 بود،
عراقی هم می آمد نگاه می کرد، اگر این تلویزیون اینو نگرفتی مال مجاهدین ها کل اون اتاق تعمیم می کرد، می گوید باید روشن باشه. بعد یه تبلیغات، تبلیغاتی که بعدش خود فرمانده هاشون می آمدن می زاشتن وعده هایی که می دادن، می گوتن ما پایگاه مردمی داریم، ما میخواییم ارتش درست کنیم، بعد میخواییم سرنگون کنیم، بعد شما میشید همه کاره نمیدن فلان وعد از این چیزا زیاد. یه مخشوی بعد میگو که ما شما رو آزاد میکنیم میبریم یه جای از این قفس میاریم اینتون بیرون. خب اینجوری نیرو جمع کرد. بعد آمدیم واقعا اگه من البته نمیخوام به کسی بگم که حرف منو چیز بکنه، واقعا اگه میخواد چیز بکنه بره یک ماه 20 روز خودش بره، کسی میفهمه که اونجا بوده. الان تک تک و بچه هایی که جدا شدن اگه حساب کنی از تاریخچه اینا تا حالا فکر کنم یک 10,000 نفری از اینا جدا شده بکنم، چون اینقدر اون نفرات سال توی جنگ کویت همینجوری خالی شد اونجا، همون نفراتی که از اردوگاه آمده بودن اکثرا رفتن تو همونجا، بعدن یه تعداد تو کردستان ازشون جدا شدن همینجوری تا الان. الان میگن 2500 نفرن ولی 2500 تا نیستن. اگه خیلی خیلی باشن اینو 1600 700 اینو باید باشه. چون سوالا زیاده و وقت کم، اگه لطف کنید یه مقدار کوتاه‌تر پاسخ بدین تا این 7 8 تا سوال دیگه مونده. یکی از اونا اینه که شما چرا فکر میکنید که روز به روز در آلبانی شرایط سخت و سخت‌تر میشه؟ خب ببینید آلبانی یک اینا بالاخره برای اینا نفراتی که جدا میشن سختگیری هایی که خود فرقه میکنه با همکاری دولت اینجا. خب ببین یه چیز ساده ایه، هر روز یه بهانه میارن. یک روز که کمیساریا بود اونو تعطیل کردن برای ما، ولی همین الان پناهنده که میام اونا رسیدگی میکنن. این از این. یک روز غلامرضا پور مسئله بانکی، یک روز یک مسئله داکیومنت، نمیدونم هر دلیلی این فشارا میخوام بیارن روی نفرات جدا شده که اینجا هستن که اینجا را از اینجا برن. یکی هدفشون اینه. چرا؟ چون بالاخره اون نفر فرقه که میاد تو بازار ما رو میبینه با این تیپ با لباس نو نمیدنم خندان، بالاخره تأثیر میداره رو، میگه که اینا که خود تو درون فرقه تبلیغاتشون چه بود؟ آه اینا که جدا میشن بدبخت هستن، بیچاره هستن، بعضی ها تو پارک میرن میخوابن، یه تعدادی میدن نمیدنم از منبع زباله آشغال جمع میکنن، تبلیغاتشون اینه. چرا این تبلیغات ها میکنه؟ این کار رو میکنه که طرف از اونجا بیرون نه، نگرش دارن اونجا بتونن و اهداف خودش رو پیش ببره. اگر یک فضای باز بود، ببین تو نگاه کن نمونه شا همون موقع که کمیساری ها بود، در هفته یکی دو تا ازشون جدا میشد. پس این کارو کردن که نفرات رو نگه دارن اونجا، کسی جرأت نکنه بیا بیرون. بالاخره اینجا یک دونه هتل بود، کسی که فرار میکرد این کمیساری ها میامد یه رسیدگی خیلی کم بالاخره میکردش. اون نفرات میفهمید که بالاخره یک جایی هست که اگه من از اینجا جدا بشم بالاخره یک سازمانی، یک حقوق بشری، نمیدن سازمان های حقوق بشری هستن که رسیدگی میکنن. پس یه روزنه را بس به دلیل همین که چیه کسی جرأت نکنه
که بیاد بیرون. آقای اسلامی ببخشید، چون این در رابطه با پسر رجبی هست به نظر من خیلی جالبه. حالا خودش که اون وزیر سابق اطلاعات گفت که مرحوم رجبی و هیچ صحبتی هم نیست، توی نشست ها هم دیگه صحبتی ازش نیست، تا اینکه جدیدن یک نواری بود که اونم بعضی از دوستان توضیح دادن با این تکنیک های جدیدی که هست میشه صدای هر کسی رو کپی کرد و اینا. ولی یه نکته جالبی میگن که یا رجبی یا اون کسی که از قول اون صحبت کرده گفته که کسی که در آلبانی جدا بشه 100 برابر خیانتش بیشتر از کسی بوده که در عراق جدا شده. و جالب اینجاست که پسرش یکی از همونایی بود که توی آلبانی جدا شد. اولا پسر این کجا است و در رابطه با پسر این آیا صحبتی هم میشه توی نشست ها و اینها یا نه؟ خب رجبی ما که همونجا بودیم یک پیامی داد، همین چیزی که شما میگید، اینو تو هر مقطعی تو هر سرفصلی اینا یه چیزایی میگن، دقیقا همینو گفت. گفت که کسی که تو آلبانی ببره 100 بار بدتر از لیبرتی و اشرفه. اولین نفر که جدا شد مصطفی، یعنی پسر خود رجبی، ایزی و بقیه بچه های همی فرمانده هاشون. خب الان کجاست مصطفی؟ او که ما که دو داخل بودیم یک روز قدرت، الان فامیلیش یادم نیست، که یکی از فرمانده هاشون بود، به ما گفت که میدونی که مصطفی نبریده؟ گفتیم بابا، من به یکی دیگه گفتم، گفتم این بریده بابا، جدا شده رفته. اون نه فلان اینا اینجوری خبری نیست فلان اینا، ما میدونیم کجا زندگی میکنه فلان، خودمون فرستادیمش. یعنی تو داخل نمیگفتن. خب این الان تو نروژ اگه یادتون باشه یک بار خودش میخواست یه افشاگری بکنه که سریع چیکار کردن با پول، با پول زیاد، یعنی اینا دهنش ها دو بستن. ولی الان با بهترین پول در دانشگاه، یکی از دانشگاه های نروژ، اونجا داره صفایش ها میکنه. خیلی ممنون. آقای اسلامی چرا شما و دوستان میگید که اشرف سه زندان ابدیت یا زندان نهایی است؟ خب زندان اصلا خود یالبانی‌ها تعجب میکنن وقتی که یه منطقه ای را تو سیم خاردار بکشی. یعنی چی؟ یعنی زندان دیگه. زندان الان رفتن تو کوها خارج از شهر در یک منطقه ای دور خودشون سیاج کشیدن، دوربین گذاشتن سیاج کشیدن، نگهبان، کسی بدون برگه اونجا نمیتونه خارج بشه. در چه قرنی ما زندگی میکنیم؟ در قرن الان که اینجوری نیست که طرف بیاد دور خودش سیاج بکشه. این دیگه آخرین خطشونه. من به نظرم آخرین خطی که اینا همینجا دیگه نهایتا تو همین خود مانز میگه یه آخری خطه برامون. زندان ما دو نمیگیم زندان، هر خبرنگاری که میره اگه خبرنگار بیطرفی باشه همینو میگه. خود آلبانیایی که مردمشون دو میخندن، واقعا میخندن. من با چند نفرشون که صحبت کردم میگودن آخه چه چیزیه که برن دور خودشون سیاج بکشن تو بیابونی؟ این همه جا رفتن الان اونجا این کار رو میکنن. این دیگه من به نظرم نهایت قضیه که الان رفتن اونجا دیگه
من تنها که نمیگم، که خیلی ها میگم، همونایی که تو ایران هستن از ما سوال میکنن بالاخره اینا چی کار میکنن اونجا. گفتم والا رفتن توی بیابونی دور خودشون سیاش کشیدن و دور میگذاشن این چیزا. آقای اسلامی، وقتی که شما داخل بودین و دوستان جدا شده بودن، خب خیلی صحبتای بد درباره اینهایی که جدا شده بودن چیز میگفتن اون داخل. الان خود شما فکر نمیکنید که درباره شما هم همین موضوعات رو دارن میگن، و شما چه احساسی دارید؟ ببین، ما که من که اونجا بودم، نفراتی که جدا شده بودن حرفای خیلی بدی میزدن. همین چیزایی که گفتم، گفتن اینا بدبختن، بیچارن، میرن نمیدن یه سری کار عجیب غریبی میکنن، لباساشون اینجوریه، یه پول یه خیلی کم بهشون میده، خیلی کم میگفتن. یعنی میرن تو پارکا میخوابن، جان ندارن، خونه ندارن، لباساشون اینجوریه، غذا نمیتونن بخورن، تبلیغات خیلی اینجوری. بعد که من اومدم دیدم بچه ها را اینجا، دیدم که اولین نفر که بای سلام علیه کردم، دیدم شیک و پیک و بعد دعوت کرد خونه، گفت چیزی کمبود نداری، کمک کرد. رفتیم اولا رفتیم یه جای قهوه خوردیم و اونجا شروع کرد، گفت هر کاری داشتی من در خدمتم. بعد رفتیم یه خونه اجاره کرده بودیم، رفتیم خونه شو دیدیم، گفتم که بابا این تبلیغاتی که داخل میکردم برای شما الان چی؟ گفت بابا اینا داخل دیگه، تو میگه نبودی، من خودم در اونجا بودم، تا کسی نباشه داخلشون کسی الان حرف مثلا بزنه زیاد متوجه نمیشه. گفت اینا کارشون همینه، برنده بریده یا کسای دیگه هم فقط خودشونو میدونن. بسیار ممنونم. آقای موسا میگن که در رابطه با جدا شدن پسر رجبی، همونجور که شما گفتید، هیچ موقع در درون مناسبات فرقه صحبت نشد که جدا شده است و به قول آنها خیانت کرده و الان هم در بهترین کشور اروپا درس میخونه و ماهیانه از فرقه کلی حقوق میگیره. این هم نشانه بارز جامعه بی طبقه توحیدی میباشد. یعنی تایید حرفای شما. خب آقای اسلامی، با آخر برنامه رسیدیم. شما پیامی برای خانواده ها و مخصوصا دوستانی که هنوز هم در سازمان هستند دارید؟ اگر اینها به یک وسیله‌ای بتونن این برنامه ها رو ببینن. اتفاقا یک دوستی خوب شد، حالا یادم اومد، گفت که وقتی که توی سایت های مختلف مجاهدین میرین اونجا پیام بذارید، با وجودی که همه میدونن که این پیام ها چک میشه توسط یه افرادی و هیچ وقت نوشته نمیشه تو صفحه اصلی، ولی شما پیام بنویسید، چون اونی که داره چک میکنه اقلا خود اون که میخونه، اون یه نفر دیگه بالاخره. و این به نظر من فکر جالبی اومد، هر جا زیر ویدیویی، زیر صفحهی، چون اینا صفحات مختلفی دارن، الان که دیگه واقعا خجالت میکشن حتی اسم سازمان مجاهدین رو بیارن، از تلویزیونشون گرفته تا صفحات مختلف همه به اسمای مختلف هست. ولی اون دوست اون پیشنهاد میکرد که شما بالاخره تو اون قسمتی که برای کامنت جا گذاشتن بنویسید، چون اینو یه نفر مجبوره که بخونه، برای که رو صفحه اصلی چاپ نشه همون یه نفر ممکنه بفهمه که بیرون چه خبر هست. پیام شما برای خانواده ها و اون دوستانی که داخل سازمان هنوزم هستن چی هست؟ من پیامم به دوستای خودم که داخل فرقه هست، گول تبلیغات و نشست های اینا رو نخورید، تصمیم خودتون رو بگیرید برای بیرون آمدن. بالاخره خانواده خودت اولین نفری هست که تو بیای بیرون کمکت میکنه، همون دوستت که قبلا آمده بیرون و کمکت میکنه،
اینجوری نیست که تبلیغات اینا که اونجا به خورد شما میدن. و امیدوارم که اولا این صدای من، چون اینا همچنان امکاناتی ندارن، ولی اونایی که یه مقدار با کامپیوتر کار میکنن یا اینا شاید بتونن یه جوری بگیرن، ولی با این حال که کنترلشون میکنن، تلویزیون مدار بسته دارن اینا، ولی با این حال امیدوارم که این صدای من به گوش اونا برسه. خانواده ها من به نظرم اینه که اونایی که عزیزاشون در درون فرقه هست، به ارگان های حقوق بشری، حتی به همین دولت آلبانی نامه بنویسن، دست جمعی اعتراض بکنن به موضوع، که حداقل بیان در آلبانی و عزیزاشون رو ببینن، به ارگان های دیگه در جاهای دیگه در کشورهای دیگه نامه بنویسن. حق با شماه، چون بچه تونه، عزیز دلتونه، این موضوع هیچ ربطی به رجوی نداره. هیچ خانواده از ایران تونسته به آلبانی بیاد؟ میدونیم خانواده محمدی از کانادا و اروپا و اینا رفتن اونجا، ولی هیچ خانواده ای رو شما سراغ دارید که از ایران تونسته باشن به آلبانی بیان؟ ببین، یه خانواده ای از شیراز مثلا مخواست بیا پاس یک کشوری دیگه را بگیره، از اونجا بیا آلبانی. قبلش حتی بچه ها گفتن تو هر کاری بکنی اینا پول فقط داری خرج میکنی، ولی گفت من میام. آمد این کارو کرد، رفت یک کشوری دیگه، آمد تو فرودگاه، تو فرودگاه آلبانی به طرف گفتن که همین الان برگرد ترکیه. یعنی اینا اینجوری هست، شکاف باز نمی کنن. چون یه خانواده بیا، خانواده های دیگر میان. یه قراردادیه که فرقه با دولت اینجا بسته. بسیار ممنونم از شما آقای اسلامی، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم و امیدواریم دوستان دیگه هم اگر تا امروز شک و تردید داشتن که بیان خاطراتشون رو به دیگران بگن یا نه، با دیدن شما و دوستان دیگه تصمیم بگیرن که بیان، با تماس با کانون آوا این ترتیب داده بشه که در برنامه آینده اونها رو هم داشته باشیم و ببینیم که این سازمان چگونه از سازمانی آزادی خواه 50 سال پیش به این چنین فرقه ای تبدیل شده که شرح حالش رو با هم داریم میبینیم و میشنویم. خیلی ممنون که با ما بودید. من تشکر میکنم. بسیار ممنون. دوستان عزیز، با آقای رضا اسلامی بودیم، در قسمت اول هم با آقای غلامرضا شکری بودیم. این ویدیو ها رو تا دقایق دیگه کانون آوا به صورت خیلی منظم روی یوتیوب قرار میده و در بایگانی خودشون در صفحه فیسبوک و اینها هم میتونید ببینید. اجازه بدید من صفحه فیسبوک کانون آوا رو هم به شما نشون بدم. ضمن اینکه با فارسی نوشته کانون آوا، ولی اگه شما همون آوا AAWA اون رو تایپ کنید بنویسید، همین صفحه پیدا میشه. در هر صورت شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. امیدوار باشیم برای روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر. از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.